سلام دوستان، امروز میخوام به جدایی علیرضا بیرانوند از پرسپولیس بپردازم، اینکه چرا دوبار نوتیس فسخ داده و وکیلش چرا در جلسه با درویش از باشگاه دلخور شد و اینکه قرارداد 18 میلیاردیش با پرسپولیس به چه صورته. با ما همراه باشید. خب، علیرضا بیرانوند در تاریخ 18 خرداد ماه با حضور در سازمان لیگ با ارائه نوتیس فسخ به باشگاه پرسپولیس مهلت داده تا تاریخ 30 خرداد مطالباتش را پرداخت کنه. این نوتیس 20 خرداد به باشگاه پرسپولیس ابلاغ شد. سپس وکیل علیرضا بیرانوند جلسه ای رو با درویش برگزار میکنه که نتیجه خاصی هم نداره و دلخوریایی نیز میان طرفین به وجود میاد. اما چرا؟ ظاهرا درویش به دلیل اینکه چرا بیرانوند به باشگاه نوتیس فسخ داده رفتار خوبی با وکیل بیرانوند نداره و الفاظی رو به کار میبره که به گوش بیرانوند میرسه و باعث ناراحتی اون میشه. اما جمله‌ای که باعث شد بحث بین وکیل بیرانوند و درویش بالا بگیره به دخالت مصطفی لشکری در جلسه برمیگرده که میگه کاش پیام را آورده بودیم که این همه ناز نداشت. این جمله به گوش بیرانوند میرسه و باعث ناراحتی او میشه. حالا بیرانوند دومین اخطار رو هم برای دریافت مطالباتش با مهلت 5 روزه به باشگاه پرسپولیس داده که اگر باشگاه در فرصت 5 روزه مطالبات بیرانوند رو پرداخت نکنه، او قراردادش رو یک طرفه فسخ میکنه. اما بحث سر چیه؟ ببینید، مبلغ کل قرارداد علی بیرو 12.5 میلیارد تومان بوده که جمع مبالغ آپشنش هم 5 میلیارد و 725 میلیونه که در کل به 18 میلیارد و 250 میلیون تومان میرسه. اما دریافتی بیرو 10 میلیارد بوده و 8 میلیارد و 250 تومان هم بدهی پرسپولیس به بیرانونده که در این بخش اختلافاتی بین باشگاه و علی بیرو وجود داره که در نهایت باید ببینیم چه اتفاقی میفته و بیرو از پرسپولیس جدا میشه یا نه. در نهایت مرسی که با ما همراه بودید. اگه دوست داشتید این پست رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید.